דוסון עזיז, בעל הקמנדון גרמי, אסלאם עליכום, שמור בסוף חושב עדיד מגן בשל הספני נולי העלי. דחוס עזמה, תשקו מכנו מאזים, אלוהי מחבולתו גדום אלוהי מכנן, אז מסו ג'וי בסיור מחבולתו, מולם שלו נזיק, סייטי מראה היום, סייטי יוטיוב מראה, סאבסקרייב מכנן, עולם בי, תשקו לשמור מכנו. ומה אם רז נעזר בטח חוזאי בסיורי, אז דוסטאי גרמי כבר מהי מלכדן כחוי שפוחת הקדן לצ'י נקי לחוסטן, ומה מי חוי מקבלו זה צ'י נקי ממזלדור, ושמו פוחת הקדן. אבל פוחת הקדן צ'י נקי מובד שזה כזה רעדורים, אבל שמון שעון ואיתו. קיבלת אז גושטי גוספנדס, אבל אתה גושטי גוספן בפחת הקדן צ'י נקי, עד מן ועד אמרכון יקמה כצ'י ביה, דום בדו של הבושה. همچنان باید گانه پیاز ضرورت داریم، روغن با قدر ضرورت، نمک با قدر ضرورت و یک قاشق قچوی خوری زردچوبه ضرورت داریم. چهار دندانه یا چهار عدد سیر تازه ضرورت داریم، دو دانه آلو بخارای تازه و همچنان یک قاشق کلان دامخوری رو به بانجان روی ضرورت داریم. و به پخته کردن از این غذا چون در کابل در چاینک ها پخته میکنن اینجا ما چاینک دسترس نداریم مگر من دیگه مخصوص چاینکی پیدا کردیم که البته این دیگ از گل ساخته شده از گل پخته شده ساخته شده و مخصوص به این نویس که در داخل داش چیزایی که میخواییم پخته کنیم در داخل داش این خراب نمیشه و برای پخته کردن از این چاینکی چون در کابل در سر داشت ها پخته میکردن اینجا ما شما میکنیم که به داشت که در خانه خود داریم یا داشت پس خانه خود داریم در بین زوم و این غذای مزه‌دار لذیذ را پخته کنیم البته من بانجا پیاز خود را میدن میکنم و بعد از او شما نشان میدم که چی میکنیم من پیاز را به این اندازه خرد خرد کردیم البته ضرورت نداریم بسیار کلان کلان باشه و در قسمت گوشت باید بگم که ما تقریبا دو پام گوشت گوسفند در نظر گرفتیم امره چربیاش و در پلوی ازوی ما از روب بانجان رومی استفاده میکنم اگر شما خوش ندانه که روب بانجان رومی استفاده کنید میتونید که از بانجان رومی تازه هم استفاده کنید ما به خاطر از اینکه واضح تر با شما نشان بتم که اول کدام مرحله اول از این کدام است ما این را در دیگه علایده که در سر اجاق ماندیم با شما پخته میکنم یا سرخ میکنم نشان میتونم به مرحله بعدیش که باز ما چی میکنیم دیگه که در سر اجاق مونده بودم مال داغ شدم من مقدار دو قاشق تانکوری یا کمتر از روغن مندازم به خاطر که گوشت و گوسفند خودش چرب است و همچنان چربی داره یا تنبه داره از خاطر نمیخوایم که زیاد روغن بندازم و پیاز کریزه کده بودم مندازم که کمک خدا حل کنه و بریانش نمیکنم یعنی که سرخش نمیکنم تنها میخوام که کمک نرم شود در روغن حالا وقتی رسیده که پیاز ما نرم شد یعنی که در بین روغن خود نرم شد این حالا گوشت ها رو بالای از اضافه میکنم و یک دو چرخ میتونم که امرای پیاز مکس شود یا مخلوط شود یک قاشق چرکوری زردچوبه مندازم نمک به قدر ضرورت امی یک قاشق کلان تام خوری که روب بانجان رومی بود ایران مندازم و همه گی از یاد با هم مکس میکنم و سیرایی که داشتم البته ما یارا میده نمیکنم بلکه ایران مطور زنده مندازم خودش در بین گوش پخته میشه باید ما در داخل همون دیگ خود چاینکی این کار رو میکردیم مگر به خاطر که من خوبتر واضح تر به شما نشان داده باشم از خاطر من ایره دهی دیگ اول پخته کردیم اینال من ایره از این دیگ به درگ دیگ خود چاینکی تا مندازم و باز برای شما نشان میدیم حالا من تمام امون گوشتها را امره موادی به شما نشان دادم کلش را در بین از این دیگ انداختیم وقت رسیده که من یک مقدار آب داغ دا بالای گوشت اضافه میکنم
زیاد داره که بالا سر بالای گوشت اضافه کردم. البته باید بگم که به مقدار آب اضافه کردیم که هم گوشت نرم شود و هم شوروا باقی بالا برای خوردن. و حالا وقت رسیده کمی دو دانه آلو بخاری که من در نظر داشتم اینم در برای شوروا اضافه میکنم. آلو بخاری که من اضافه کردم در شوروا البته به خاطر که زیادتر مزه دار شود از خاطر انداختیم. اینال گوشتش و همه چیز آماده است و اینم میخوام که در داش بارم. البته باید بگویم که من سرپوش یا ویدیو خود را در آلومینیوم فایل بسته می کنم به خاطر که من می خواهم که تفت شوروا بیرون برایه و می خواهم که شوروا خوب دمدار در داخل دیگ بخواهد. دوستان عزیز دیگ با کلی آماده است. الان من داشته به تقریبا به درجه 450 آماده ساختیمش یعنی داغ ساختیمش دیگه در داخل داش میمونم برای مدت 2 ساعت. مدت 2 ساعت من چاینکی را در داش ماندم. بعد از 2 ساعت آن چکش کردم گوشت نرم شده یعنی که چاینکی من بالکل آماده و تیار است. و همچنان نان افغانی من در کاسه ریزه کردیم و سلاته افغانی هم جور کردیم و چکنی افغانی هم دارم. الان ما چاینکی را از دیگ می کشم و شما سعی کنین که چی را خواه بدن. دوستان عزیز ای بود چاینکی که من باز پخته کردم برای شما که ما این غذای لذیذ و مزه دار میتونیم امروی سلاته افغانی که ما تیار کردیم و چتنی و امروی نان خشک نوشجان کنیم. امیدوار هستم که از این ویدیوی من لذت ببرین و پخته کنین در خانهتان امروی فامیل عزیزتان نوشجان کنین. و باز هم شما علمای تشکر میکنم از اینکه ویدیوهای من را سابسکرایب میکنین و تا ویدیوهای بعدی خداحافظ. شما نوریه.